روز به خیر هموطنان گرامی به این بخش از خبرها از کانال آوای ایران خوش آمدید. بیانیه بی سابقه استانداری سمنان سپاه وحشی شده و افشای یک پرونده دیگر فساد ویدیو و چت‌های غیراخلاقی غیر اخلاقی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر. کرد. دعوت میکنم در ادامه بیننده مشروح این اخبار باشید اما پیش از اون ویدیو یه جدید از نیکا شاکرمی در فیزش سراسری مردم ایران ببینید در حال آتش زدن روسری که به تازگی کشف و پخ شده است <applause> درود مردم شریف ایران نوید افکاری <تصفح> بیانیه ی بی سابقه استانداری سمنان سپاه وحشی شده آبروی ما را بردند. استانداری سمنان ساعتی پیش اعلام کرده در رابطه با حمله به گردشگران اوپرت سپاه پاسداران باید اطلاع رسانی کند. سخنگو و معاون مدیر کل روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری سمنان گفته که این موضوع از استانداری فراتر رفته است. این مقام دولتی با محکومیت اقدام سپاه و حمله به چادر مسافران گفت این نهاد نظامی پای خود را از گلیمش بیشتر دراز کرده، و آبروی این استان را برده است. یکی از افراد حاضر در کمپ که مورد ضرب و شتم قرار گرفته به رویداد 24 گفته حوالی ظهر پهپادی بر فراز منطقه کمپ در حال پرواز بود که به گفته او شاید برای فیلمبرداری مناطق طبیعی مورد استفاده بوده است او همچنین انتصاب ویدیویی که در آن افرادی در این کمپ در حال شعار دادن علیه سپاه هستند را تکذیب کرده است بر اساس گزارش ها ساعت یک شب جمعه سی تیر ماه گروهی که صورتهایشان را پوشانده بودند با اسلحه باتوم و شکر و لباس هایی که آرم سپای پاسداران داشته به محل کمپ گردشگران در بالای کوه حمله کردند شاهدانی که در محل بودند میگویند که چند نفر مجروح شده‌اند و حتی یک نفر در بیمارستان بستری شده اما همه افراد حاضر در کمپ ها به ویژه کودکان به شدت وحشت زده شده بودند ماجرای یک شب تابستانی گروهی از گردشگران طبیعت در منطقه اوپرت، مرز میان جنگل و کویر سمنان، حاکی از روایت هولناکی است. گزارش ها از ایران حاکی است که ساعت یک نیمه شب جمعه سی تیر ماه گروهی که صورتهایشان را پوشانده بودند، با اسلحه باتون و شکر و لباس هایی که آرم سپاه داشتند، به محل کمپ گردشگران در بالای کوه حمله کردند. شاهدانی که در محل بودند میگویند که چند نف... نفر شدند و حتی یک نفر در بیمارستان بستری شده اما همه افراد حاضر در کمپ ها به ویژه کودکان به شدت وحشت زده شده بودند گردشگران میگویند با استانداری سمنان و فرمانداری تماس گرفتند و خواهان پیگیری مسئله شدند اما میگویند که امیدی به نتیجه پیگیری ندارند یکی از حاضران در کمپ گفته که نیمه شب که کمپ خاموش شده بود و همه برای خوابیدن در چادرهایشان بودند ناگهان گروهی با فریاد و ناسزا و شلیک تیرهای هوایی به محل کمپ ها حمله کردند و فریاد زدند که همه از داخل چادرها بیرون بیایند در شبکه های اجتماعی عکسهایی از آثار ضرب و جرح بر بدن افراد و چادرهای تخریب شده منتشر شده است منطقه ییلاقی اوپرت منطقه کوهستانی با مناظر خیره کننده و هوایی دلپذیر در میان سمنان و مازندران قرار دارد و از مقاصد پرطرفدار تورهای گردشگری به ویژه طبیعت در فصل تابستان محسوب می شود. موجب برخوردهای امنیتی با صاحبان مشاغل و اصناف و مکانهای گردشگری برای مقابله با زنانی که میخواهند از حق خود در انتخاب پوشش استفاده کنند ادامه دارد و به نظر میرسد با رسیدن محرم بیشتر شده و حالا به بالای کوه هم رسیده است شاهد عینی که در هنگام این اتفاق در یکی از کمپ ها بوده درباره نیمه شب سیوم تیرماه گوید، مهاجمان روی لباسشان آرم سپاه پاسداران داشتند و کلاشینکوف به همراهشان بود آنها فریاد میزدند سوم محرم آمده ای تفریح فلان فلان شده ها این شاهد اینی میگوید در کمپ ما نه مشروبات الکلی بود و نه سر و صدا و بزن و برقصی به گفته این شاهد ماموران به افراد حمله کرده و آنها را ابتدا به شدت کتک زدند و سپس میپرسیدند که آیا مشروب الکلی خوردند شاهد عینی میگوید با شوکر و قنداق تفنگ کتک میزدند و بعد میپرسیدند مشروب خورده اید به میخواستند بگویند افراد مشروب خوردند. او میگوید که یک خانواده که کودک خردسال داشت از چادر بیرون نیامده بودند و افراد مهاجم با خشونت آنها را از چادر بیرون کردند و زن و بچه را هم کتک زدند. او میگوید که روی زمین دراز کشیده بوده و وحشت زده در تاریکی شب بیشتر صداها را میشنیده. صدای فریاد، جیغ و و التماس در تاریکی شب شنیده میشد. به گفته این شاهد میگفتند که حکم قضایی دارند. این شهروند علاقه من به طبیعت دیماجر ماجرای آن شب را هولناک و اصفبار توصیف کرد و گفت که این سالها برایش پیش آمده که آیا در احکام غذایی آمده که کوه رفتن در ماه محرم ممنوع است آیا آمده که کسی را که رفته کوه تا حد مرک کتک بزنند فلجش کنند وقتی نتوانستند چیزی پیدا کنند به پدر و مادرش فوش بدهند و وسایل آنها را تخریب کنند به چه جرمی با ما برخورد شده است چرا زن و بچه مردم را مقابل چشمشان کتک زدند یک کاربر هم در اینستاگرام نوشته که پس از یک هفته کاری در شرایط سخت اقتصادی به طبیعت پناه برده بوده که آرامشی داشته باشد اما به او حمله شده است. واقعا جرم من چیست که در ایران متولد شدم؟ افشای یک پرونده دیگر فساد، ویدیو و چت‌های غیر اخلاقی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کانال تلگرامی رادیو گیلان فایل تصویری دیگری از فساد اخلاقی مقامات در گیلان را فاش کرده است گفته شده این ویدیو از رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حقشناس است که معاون وقت نهاد امر به معروف و نهی از منکر در گیلان است مدیر رادیو گیلان میگوید پرونده فساد اخلاقی سید مهدی حقشناس به دادگاه روحانیت کشیده شد اما با ورود آیت الله فلاحتی نماینده خامنه ای در گیلان ماستمالی شد رادیو گیلان فاش کرده حقشناس معاون امره به معروف و نهی از منکر استان گیلان با رئیس مرکز فرهنگی دینی معبر سالها با باجناق خود و به صورت ضربدری رابطه جنسی داشته و این موضوع تا شکایت یک خبرنگار به دادگاه روحانیت رفته ولی با ورود فلاحتی نماینده که خامنه ای در گیلان ماست مالی می شود آخوند حقشناس رو با این که چند ماه بود به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان انتخاب کرده بودند سری برکنار کردند یک ویدیو از آخوند حقشناس که دبیر معروف استان شده بود بیرون میاد در این ویدیو با جناقش چت می کرده و بحث رابطه جنسیشون رو خود با جناقش که اونم آخوند هست البته امامی سفید داره برای همه مسئولان شهرستان بندر انزلی پخش میکنه و بعدا خودش در بازجویی اعتراف میکنه در حال تعلق دادن خانومم بودم و به مهدی حقشناس که با جناق من بود گفتم که به مادر زنم بگوید که به علت وضعیت بعد مالی از من مهریه نگیرند که مهدی خودش را کنار کشید و من هم برای اینکه حالش را گرف و باعث شوم از پست جدیدش و شود فیلم را با یک شماره غیر برای چند مسئول شهرستانی فرستادم و اصلا نفهمیدم فیلم چگونه به دست آن خبرنگار رسید صادق سیاد مدیر کانال انزلی شهر عشقه جزو اولین کسانی بود که فیلم به دستش می رسد و به دادگاه روحانیت در رشت شکایت می کند. اما خیلی زود تهدید به مرگ شده و طبق تصویر این نامه به اجبار در داد ویژه روحانیت حاضر و به حق شناس رضایت می دهد. علا رقم رضایت خبرنگار کانال اینستاگرامی انزلی شهر عشقه به خاطر تهدید جانی که توسط سپاه انزلی شده بود اما قاضی پرونده در دادگاه روحانیت حکم به خلع لباس و تبعید به قوم می دهد. اما با دخالت فلاحتی نماینده رهبری در گیلان هیچ وقت این حکم اجرایی نمی شود و تنها حق شناس از معاونت ستاد امر به معروف گیلان برکنار می شود. از همراهی و توجه شما سپاس گذارم تا بخش بعدی خود نگهدار.